چون این مفهوم ابهام هایی داشت و مطالبی که در اطرافش مطرح میشه متفاوت و احیانا متناقض هست، بنا گذاشتیم در باره این موضوع یه مقداری گسترده تر بحث کنیم. معنای دنیا و جایگاه دنیا در زندگی انسان و علاقه انسان به دنیا لحاظ معارف اسلامی و ارزش‌های قرآنی تا یه حدی بحث کردیم. در جلسه قبل اشاره کردیم که مردم در مقابل این اعتقاد به دنیا با توجه به این که در آیات صریح قرآن مذمت شده از حب دنیا یا فریفته شدن به دنیا، مردم چه عکس العملی نشون میدن؟ چند تا از برخوردهای مردم یا عکس العملهای مردم نسبت به این دعوت انبیا و به خصوص قرآن کریم اشاره کردیم. برای اینکه بحث جامعه تر باشه من فهرستوار این گرایش ها را عرض می کنم و بعد راه کلی که باید انسان بپیمایه تا مبتلا نشه به این عامل بزرگ انحراف و سقوط. خب یکیش همین بود که کسانی از روی شبهاتی اصلا منکر عالم آخرت شدن، چنین چیزی امکان نداره. این یک نوع برخوردی است که بعضی از مردم نسبت به دعوت به ایمان به آخرت از خود نشون دادند. آیات زیادی در قرآن در این زمینه هست که اعدام اطلاب کن ناترابن و اعدام اعنال مبعثو، و حتی عمده دلیل مخالفت با انبیا و استهزاء به انبیا این بود که اینا یه حرفای نامعقولی میزنن و چطور دنبال کسانی بریم که یه چیزایی میگن که باور کردنی نیست. و گاهی میرفتن استخوانهای پوسیده رو میآوردن میگفتن ایناست که دوباره زنده میشه. برحال این یکیش بود که صافی بودن کار شدنی است. گروه دیگری منصفتر بودند و گفتن حالا ما نمیدونیم هست یا نیست، ولی چون حجتی نداریم عقل ما باور نمی کنه، معتقد نمیشیم و ملتزم نمیشیم به این، دخالت نمیدیم در زندگیمون. چون اگر پذیرفتن آخرت را باید خیلی خودشون حواظشون رو جمع کنند که کاری نکنند که در آخرت بدبخت بشن. ای احسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسمی منا بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدم ایزاد میبینه اگر اعتقاد به آخرت قبول کرد خیلی لوازم داره. اینه که از اول میگه نه، یه نه میگه و تمام میشه دیگه رفت. این کار نکن گناه هست، اون جهنم داره، این فلان جهنم چیه، گناه کن. این عکس العمل دوم گفتن ما شما رو دروغگو نمیگیم، اثبات داشتید، مدعی شما نیستیم، اما خودمون زیر بار نمیریم، قبول. کسان دیگری منصفتر از اینها بودند، مقدار عقلشون رو بیشتر به کار گرفتن، فکر کردن،
گفتن نه قبول داریم که انسان غیر از این زندگی حتی بعد از مردن یه نحو موجودیتی داریم و حتی لذت و علمی هم داریم، اما این از قبیل چیزاییست که آدم خواب میبینه. آدم یه شب خواب بد که میبینه ناراحت میشه. این معناش این نیست که واقعا آتشی بوده توش افتاده سوخته، اینا خواب دیده. این آخرت هم یه همچی چیزیست، روح آدم میمونه ولی یه همچی چیزایی برایش پیش میاد شبیه خواب. یه عده دیگه گفتن نه انسان بعد از این حیات چند سالش یه حیات دیگری هم داره که درش یا معذب میشه یا مصاب. اگه کار خوب کرده باشه آثارش رو میبینه، اگه کار بد کرده باشه آثارش، اما این در همین دنیاست. و به این صورت هست که روح انسان بعد از مردن تعلق میگیره به بدنهای حیوانات. اگه آدم خوبی بود روحش به بدن حیوانی تعلق میگیره که خوش میگذره بهش، مثل این پرندگان خوش الهان که اینقدر پرستاریشون میکنند و غذای خوب بهشون میدند، چیزای خیلی خوب براشون میبرند. اینا این مال اینه که اون روح اون انسانهایی که به اینا تعلق گرفته آدم های خوبی بودن، خدا هم پاداششون رو قرار داده. پاداش هست بعد از مرگ، اما به این صورت قالینه به مسخ. در هندی ها و بعضی بت پرست ها چنین اعتقادی هست، در هندی ها که شایع هست. و یه علت این که به حیوانات هم احترام میذارن و اذیت نمیکنن، یک جهتش این است که میگن روح انسان ها ممکنه به این تعلق گرفته اینا رو اذیت نکنه. این هم یک جهت. و بالاخره کسانی گفتن نه قبول داریم آخرت هست و این حرف ها، اما آخرت معناش این نیست که واقعا یه بار دیگه آدم زنده میشه به یک زنده. منظور از آخرت یعنی زندگی ارزشمند. و این تعبیر را به کار بردن که انگیزه انسان در زندگی یا سود است یا ارزش. اگر سود باشه این همینجا جهنمه. اگر آدم کار را به خاطر ارزشش انجام بده اون خودش بهشت، چنین زندگی اصلا همینجا بهشتی. بهشت و جهنم یعنی همین، یعنی سود و ارزش. اینها تقریبا پنج نوع برخوردی است که همه برمیگرده به نوعی انکار آخرت یا انحراف در فهم آخرت. هیچ کدوم اینا اون آخرتی نیست که انبیا گفتن. انبیا میگن بعد از مرگ همه زنده میشن و نتایج اعمالشون میرسن، یا بهشت خالدین فیها ابدا یا جهنم خالدین فیها ابدا. حیات واقعی است. اما کسانی که اصل حیات واقعی انسان را بعد از مرگ پذیرفتن، اینها هم یک حواملی موجب این شده که دنیا طلب بشه. دنیا طلب در مقابل آخرت طلب هست. جلسه قبل هم اشاره کردم به اون آیات شریف سوره اسراء که من کان یرید العاجله در مقابلش هم من اراد الاخره. تعبیر قرآن ارادت الدنیا و ارادت الاخره است، یعنی دنیا خواهی و آخرت خواهی. و طبق این تعبیر اصلا ملاک سعادت و شقاوت ابدی را همین میدونه. دنیا خواهان ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، این نتیجه دنیا خواهی.
نتیجه آخرت و من اراد الاخره و سعال ها سعی ها و هو مؤمن فاولاک کان سعیهم مشکورا. اینا گفتن بله آخرت هست و ما هم طالبش هستیم، میخواییم واقعا در زندگی حقیقی آخرت، اما همونجا کار میکنیم ما، همینطور که اینجا ما نماز میخونیم، عبادت میکنیم، کار خوب میکنیم، باید کار بد نکنیم، گناه نکنیم، دزدی نکنیم، اینا اونجا همینطور، اون یه بخشی از زندگی است، حالا کوتاه یا طولانی، شاید هم طولانی همیشگی. خب اونجا ما سعی میکنیم همینطور که اینجا سعی میکنیم آدم خوبی باشیم، بچه خوبی، حرف شروعی باشیم، اونجا هم سعی میکنیم اینجا باشیم. حالا چرا نگران اونجا باشیم؟ ما دو بخش داره زندگیمون، یه بخشیش 70-80 سال اینجا زندگی میکنیم، یه بخش هم بقیهش هست، حالا چقدرش درست نمیدونیم، شاید هم ابدی باشیم. خب اینجا داریم زندگی میکنیم، از نعمتهای خدا استفاده میکنیم، اونجا هم باز این نشد و آخرتی که انبیا بگن، میگم اون آخرتی که نتیجه اعمال دنیا تونیم، چه بهشت باشه نتیجه اعمال خوبتونه، خودتون با کارهای خوبتون خشتهای قصرهای بهشتی رو میسازید، و اگر گناه میکنید با دست خودتون آتش جهنم رو میفروزید. مقود و هم ناس و الحجاره، خود مردم آتش گیره آتش جهنم. به هر حال این باز اون معنا رو نمیرسه، اینم یه جور گرایش. حالا کسانی هستن که واقعا همونی رو که انبیا گفتن، یا با دلیل عقلی یا با تعبد به کلام اونها، خوشبینی به اونها یا شواهد دیگری، به هر حال باور کردن که آخرت زندگی دیگری هست و ثواب و عقابی و اونم مزد، و مزد همین کارا که اینجا انجام میدن. اگه کسی خوشی اونجا رو بخواد، باید اینجا کار خوب انجام میده. اگه کسی از عذاب اونجا میترسه، اینجا باید اعمالش رو کنترل کنن. همه اینا رو قبول دارن، ولی میبینن که آدم در عمل رعایت نمی کنن و گاهی طوری میشه که زندگی انسانی که اقرار میکنه من آخرت رو قبول دارم، ایمان به یوم الاخر دارم، اما زندگیش با یک کافر نمیشه خیلی فرق شده. ما اینجا بسرمونه هم الان شب در دنیا کم نده، شاید بعضی کافرها پیدا بشن که رفتارشون از بعضی از مسلمان ها بهتر، ازشون بپرسی آخرت میگم را قبول داریم، درست قرآن درست، اما در عمل هیچ تأثیری در زندگی شد نداره. بیشترین بحث هایی که درباره دنیا طلبان، دنیا زدگان، دنیا پرستان شده، بیشتر اینجور افراده. و اون کسی که اصلا میگه من دلیل دارم که آخرتی نیست، این نمیشه گفت آقا مواظب باش آخرتت خوب بشه، من اصلا قبول ندارم آخرتی، اون یه جور دیگه باید باید صحبت کنه. اما کسی که خودش میگه من آخرتو قبول دارم هست، اما میگه نیست، ته دلش رو وارسی کنید شما، اگر برسه به اونجایی که صریح همچه در عمق دلش بگه، میگه من علاقه دارم به این لذتهای دنیا، نمیتونم دست بردارم و این چیزی شده نیست. وقتی آدم اونچنان دلبسته شد به یه چیزی که دیگه چشم و گوشش رو کور و کر کرد و تمام ذهنیتش متوجه او هست و همه خوبی ها رو در اون میبینه، همه بدی ها رو در مخالفت با او میبینه، این چیز دیگر نمیتونه بپذیره. حالا اگه دلیل قطعی هم داشته باشه و مجبور به اقرار هم بشه،
ولی عملا نمیتونه. عرض کردم گاهی آدم مثلا مبتلا شده به یک محبتی، ناراحت هم شده، میخوادم نجات پیدا کنم ولی نمیتونه. این بدترین گروه هایی هستن که دنیا زده هستن، من کان یرید العاجله هستن. گروه های دیگه ممکنه در اثر ضعف ایمان باشه یا جهل باشه، بالاخره آدم جاهل باشه، جاهل جهل بسیط، و این کار بدی را بکنه خیلی آسان‌تر از اینه که علم قطعی داشته باشه، اعتراف هم بکنه که هست، ولی رفتارش 100% با اون مخالف باشه. این عناد، این لجبازی، این مخالفت با چیزی را که علم بهش داره، یقین بهش داره، حجت برش تمام است، هیچ عذری براش پذیرفته نیست. این هم یک گروه است. یک گروه دیگری هستن که علاقه به دنیا دارن، اما نه اینجور وابسته ای که کوروکر بشن و دیگه اصلا آخرت رو نبینن، فراموش کنن، در صدد یعنی هیچ گناهی براشون مهم نباشه. اینها یک ایمان ضعیفی دارند در واقع، اعتقادم دارند، باورم میکنند، اقرارم میکنند، در صددم هستند که برای آخرتشون کاری بکنند، اما خیلی ایمان ضعیفی است، کمرنگی. شاید در گوشه و کنار بعضی شهرها دیده باشید یا شنیده باشید یک کسانی هستند در جوانی که هر کاری دستشو برمیاد میکنند، میگن خب این جوان، بعدش هم درباره کسب مال و حلال و حرام و این حرف ها هیچ ابایی ندارند، از هر راهی مال جمع به دست بیاد جمع میکنند. آخرای عمر که میشه، خودشو از اول میگن پیر که شدیم توبه میکنند، میان بعضی کارهای خیر به اصطلاح انجام میدند، یه زیارتی میرن، بعضی حتی میرن مقیم میشن در مشاهد مشرفه، مشهد، کربلا، اینا سابقا که ما دیده بودن، من نمیدونم حالا هم هست یا نه، خیلی ها بودن که حالا کارهای زمان شاه، مثلا آجودار شاه بوده مثلا، یا چقدر جنایت کردیم، این آخر سر اومده رفته، من میرم مشهد، یه مقیم میشه اونجا، یه خونه خریده و زندگیش اونجا، به همین که یک سلامی به امام رضا میکنه و اینا، یه همه چیز رو جبران میکنه. به هر حال خوب خوباشون نید که حداقل چیزی که اونا رو نجات میده از عذاب، اون رو ازش پرهیز میکنه، همین که مخلد در جهنم نشه. ولی سایر گناهان دیگه مسامحه میکنن، یادشون هم گاهی نیست، گاهی هم توی راهی که میرفتن یه سراشیبی که اصلا نمیتونن برگردن پشت سرشون رو نگاه کنن، اون چنان همه چیز رو پشت سر خراب کردن، توی راهی افتادن، غیر از این اصلا براشون پیشرفتی تصور نمیکنن. نهایت کار خوبیشون اینه که یک کاری کنند مخلد در آتش نشوند. اینا هم یک گروه هسته. از اینا بهتر خیلی هستن که خلطو عملا صالحا و آخر هستن، یا نه منکر آخرتند، نه اینجور اینجور نیست که به هر گناهی شد اقدام کنند، هر جنایتی مرتکب بشن، نه سعی می کنند الان نمازشون رو بخونن، روزشون رو بگیرن، ولی حالا یه وقت یه کار مهمی پیش اومد، یه سود کلانی هست، اون حساب جداست، استثناست. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، بالاخره شکل ایدئالش در آخرت طلبان این است.
که اصلا بینششون رو نسبت به دنیا و آخرت اونچنان عمیق کنن که باور کنن همه دنیا با همه پستی و بلندی هاش، پیچ و خم هاش، گرفتاری هاش، خوشی هاش، ناخوشی هاش، همه اینا ابزاره. هیچ کدوم از اینا هدف زندگی نباید قرار میگیره، همه وسیله امتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوك أيكم أحسن عملا. اینا باور کنند و تصمیم بگیرند که رفتارشون رو بر این تنظیم کنند، به هیچ چیزی به نظر اصیل نگاه نکنند و همه چیز به عنوان اینکه ابزاری است برای چیز دیگری. کل زندگی دنیا هم وسیله است برای کسب سعادت دیگری که بعد از مرگ حاصل میشه. اینا بهترین کسانی هستند که از اعتقاد به آخرت بهره میبرند و مورد اولئک کان سعیهم مشکورا. آیا از این بالاتر میشه؟ از بعضی مطالبی که در بعضی روایات دعاها، مناجاتها، اینها وارد شده برمیاد که یک کسانی هستن از اینا فراتر رفتن. اگه یادتون باشه تو یکی از مناجاتهای خمسه اشهر این عبارت بود: یا دنیای و آخرتی، دنیای من توی، آخرت منم توی، یعنی من حتی آخرت هم هدف زندگیم نیست، یعنی یک عشق کامل پاک به خدای متعال که جای هیچ محبت اصیلی در کنار اون باقی نمیمونه. و ملع قلبی خوب بلنگ و ملع قلب، دل که پر شد دیگه جای چیز دیگری نیست. خب البته اینها خیلی نادر پیدا میشه، مدعیش ممکنه کم نباشه، اما اون که حقیقتاً چنین شده باشن زیاد نیستن. پیداست تو هر کلاسی شاگرد اول یه نفر، تو مجموعه این کشور یک فرد ممتاز، فوق‌العاده استعداد درخشان، نابغه کمه. در این امور معنوی هم همینه. این امام سجاد خود اینجور حرفی بزنه، ظن ما این است که این عبارت ها از غیر ائمه اطهار تراوش نمی کنه. اگه بتونیم ما اون درجه قبلیش که عرض کردیم که ما آخرت را هدف بدونیم و همه دنیا را با همه زیبایی هاش و با همه نعمت هاش، با همه پست و مقام هاش، با همه مسئولیت هاش، بهرمندی هاش، همه را ابزار بدونیم، وسیله. اگه اینجوری شد آدم به هیچ چیز دنیا دل نمی بنده. ثروتی داشته باشه یا نداشته باشه، کسی تاجری باشه مال و تجاره سنگینی داره و اینا، خبر آوردن که مال و تجاره تو دریا غرق شد، انا لله و انا الیه، بچه خداست. صبح پا شد دید پهلوش، کمرش، سینهش، سرش درد میکنه، رفت پزشک و عکس برداری کنید، یه تومور مغزی است یا سرطان است، علاجی هم نداره، هرچی خداست. وظیفه برای معالجه داره، مراجعه به دکتر، دوا خوردن، اونا حساب جدا است، اونا وظایف. اما مطمئن نباشه که این میمیره. مگه من ارث پدرم وجود خودم و حیات خودم و خدا حیاتی داده، هر وقت هم میخواد میگیره، امانتی سازمون. پستی مقامی داره، امروز همه هورا میکشند، کف میذارن براش، یا بعضی متدینین و اینا یار امام خوش آمد میگن، فردا هم فوش میدن بهش، چنین و چنان شد، عجب گول این شیاد خورده بودیم. برای اون هیچ فرق نمی، من پرستشگر اینا نبودم،
اونی که من دوستش میدارم این کسی دیگه است، اون که همه چیز رو به اون میخوام جای دیگه است. جای دیگه یعنی امر دنیایی نیست، امر مادی نیست. و علم یا جابر انک لا تکون لنا ولیاً حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم يحزن کتانه. امام باقر به جابر فرمودن که تو ولی ما نخواهی بودی، ولایت ما نخواهی داشت مگر که اینجوری بشی که اگه همه اهل شهر جمع شدن و فریاد زدن که مرگ بر جابر به قول خودمون، هیچ ناراحت نشد، لم يحزن کتانه. و اگه همه اهل شهر جمع شدند و برای تو شعار دادند و اظهار محبت کردند، ولو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل صالح لم یسرک، خوشحالم نشینی، نه بدگوییشون نه احترامشونو تکریمشون برای تو اثری نداشت، در دل تو جایی نداشت. پس چی؟ ولیکن اعرض نفسک علی کتاب الله، هم میدیم باشه که خودتا با قرآن تطبیق کنیم، ببینیم اونجا که قرآن میگه هستی یا نه. اگه هستی خدا رو شکر، کاری هم به کسی دیگری نداشته باش، اونا تو رو خوب میدونن یا بد. اگر نیستی محزون باش، ولو همه بگن عجب آدم خوبی. این رو باید الگو قرار بدیم، میخوام ولایت داشته باشیم، ولی اهل بیت باشیم، باید اینجوری بشیم. البته گفتنش آسونه، اما عملش خیلی اینقدر آسون نیست، یه خورده زحمت، ولی شده نیست. همت دیگر باشیم امکان داره. أعوذ الله وإياكم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.